بله، برگشتیم دوستای عزیز بعد از یک میان برنامه کوتاه و خوشبختانه در بخش ورزش با یکی از ورزشکاران مرتضی جان بودن، صحبت های شیرین داشتن در رابطه به ورزشی که انجام می دادن و در بخش دیگر قرار داریم با ساحل وفا، یکی از مدل ها که خوشبختانه در استودیو در کنار ما هستن. ایشان خوش آمدید میگیم. سلام، صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. سلامت باشیم، در خانم خود سلام به شما و بیننده های عزیز که اکنون ما را بیننده هستن از تلویزیون جهانی جهان ما، و یک سلام خاص خسته نباشید به اتاق فرمان که همچون برنامه را ترند میکنن. البته از تایم صبح که بیدار میشن و در برنامه و کارا و اینا مصروف هستن، انشاءالله خسته نباشن و یک سلام خاص ویژه به شما. تشکر، زنده باشین. خب شما سایل جان مدل هستین، از چه زمان به اسم مدلینگ آغاز کردین؟ خب ساحل وفا مدت 3 سال میشه که بخش مدلینگ آغاز کرده و داخل افغانستان که کلا تحصیلات ما بیرون از کشور بوده، بخش مدلینگ دیزاینینگ در کشور 2 سال تحصیلات دارم. عالی هست. و خواستم داخل کشور برم، یک شاخ خارجی دیده کاملا داخل افغانستان داشته باشم. بله. پیش از 20 دختر خانم ما بوده برنامه و بوده کارهای مدلینگ ما با ما کار میکنم و 37 مدل آقا هسته که کاملا کارهای جدید و کاملا یک مدلینگ جدید داخل افغانستان. بله، خیلی عالی هست. چه باعث شد که شما علاقمند به مدلینگ شین؟ یعنی در کنار رشته هایی که هست چه باعث شد که شما مدلینگ انتخاب بکنین؟ خب در اول و ما که بیرون از کشور سفر کردم و کارای بخش مدلینگ دیزاین تحصیل کردم، البته شوق علاقی که داشتم بعد از دوران مکتب و اینا خواستم که فیشن دیزاینر شام. بعدش سفر کردیم و کارا و اینا رو به اونجا به تمام رسوندیم و داخل کشور آمدیم. فعلا هم مدل های هستن داخل کشور که بله، کار مدلینگ میکنن، اما ما کاملا متفاوتتر و کارهای جدید. بله. و خوشبختانه که در آخر من 3 روز میشه که از کشور تاجیکستان سفر کردیم داخل افغانستان آمدیم. بله. که کاملا کارها و جدید و پلان های جدید انشاءالله داخل افغانستان است. بله، و میخوایم مدلینگ به مردم یک تصویر خوب نشان بدیم. بله، عالی هست. خب کی شما رو بیشتر تشویق کرده ای عرصه که شما رو بیارین به مدلینگ؟ کی بیشتر مشوق اصلی تان بود؟ فامیلم. از فامیل بود؟ بله، و یا بله، هم دوستهایتان؟ خب در کل با من فامیلم بوده، مادر جان. بله. بله، عالی هست. در مدلینگ بیشتر دوست دارین کدام لباس ها را نمایش بدین؟ لباس های افغانی باشه و یا هم لباس های خارجی؟ خب نقطه خوب را اشاره کردیم، بالای زی بس شه پسانتر میکنیم که چگونه ما خواستیم یک مدلینگ کلاسیک داخل افغانستان آغاز بکنیم و چگونه سایل وفات دانیست که کارای مدلینگ کلاسیک به مردم یک تصویر خوب نشان بده. خب فعلا در افغانستان میبینیم مردم کاملا میخوان مود روز بر تن بکنن، نه ای که 30 سال پیش و 40 سال پیش ما بریم مدلینگ بکنیم. خب من نمیخوام تفرقه بین مدل های اینا داشته باشم. حالا میبینیم لباس خودتان مود روز است، نمیتونیم که ما در محفل های اینا برگزار بشیم، کاملا اونجا میتونیم از گندای افغانی اینا استفاده بکنیم. چون ما خواستیم بخش از مدلینگ کلاسیک داخل افغانستان ایجاد بکنیم، ما مردم مدلینگ نشان بدیم، نشان بدیم که لباس پوشیدن یعنی چی و به همه. خب بس به این است که مدلینگ کلاسیک تقریبا 1 سال میشه که ما آغاز کردیم داخل کشور و شاهکاری ها و کارهای جدیدی را که داخل کشور آغاز کردیم کاملا جدید می باشه و فعلا هم شما شاهد حال هستین که با یک تیم خیلی ها بزرگ و یک تیم کاملا کلاسیک داخل صحنه هستیم و کار میکنیم که انشالله شما شاهد نوآوری های جدید هم هستین و کارهای جدید که انشالله بخیر دمی اواخر برنامه ها و کارها و پلان های ما زیادتر هسته و یک مدلینگ جدید و یک کار جدید با دختر خانم ها و پسر ها و به مردم نشان بدیم که مدلینگ یعنی چی. بله، عالی هست. خب به نظر شما، چون شما یک مدل هستین، بله، به نظر شما بیشتر مردم علاقمند چگونه مدلینگ هستن؟ لباس های افغانی بتن کنن و مدلینگ کنن و یا هم لباس های غربی؟ میخوایم کاملا بحث داشته باشم بالای مدلینگ. فعلا داخل افغانستان هستن کارهای مدلینگ، البته فرهنگی هست، 30 سال پیش 40 سال پیش لباسش میارن، نمیفهم فیته های زنانه استفاده میکنن که ما نمیفهم مدلینگ فرهنگی میکنیم از فلانه قوم هست فلانه قوم هست. ما خواستیم کاملا جدید، چرا تا حال هیچ مدل در فرش جهانی فرش سرخ اشتراک نکرده؟ علتش چی است؟
چون ما نوآوری در روز از خود چیز نداریم. مدلینگ همش زیبا شناسی، چهره شناسی. مدلینگ میبینیم که مدل باید همه روزه و همه روز در گفتار خود، در لباس خود، همه چیزش باید تازه باشه و کارهای جدید داشته باشه. نه اینکه 30 سال پیش، نه اینکه 40 سال پیش، اما بیاریم داخل افغانستان تازه بکنیم ما مدل هستیم به این نمیشه. و من خواستم که مدلینگ جدید و کاملا کارهای جدید داخل افغانستان داشته باشم. شما شاید حال هستین که شما بیشتر با من شناهت درستر نداشتین. بعضی از دوستای این هستن که در صفحات سوشل میدیا با من شناهت دارن که ما سفرهای بیرون مرزی هم داشتیم و کار مدلینگ هم کردیم که ما تقریبا بیشتر هم یادآور شدیم 3 روز میشه که ما سفر آمدیم که بخیر انشالله یک فیشن مدلینگ خیلی ها بزرگ در کشور تاجیکستان داریم. بخیر انشاءالله شما شاید حال خود بدید. بله عالی است. خب وقت مدلینگ میکنین فقط لباس هایتان یعنی نمایش میدین و یا هم به خاطر فیشن، به خاطر دیکور و خانه از اینا همچنان نمایش میدین اینا را؟ خب مدلینگ تنها به نمایش دادن نیست. بله مدلینگ ما عزیزی که میخواین با ما قرارداد بکنن در بخش مدلینگ ما کورسای آموزشی داریم که مدت 6 ماه کورسای آموزشی ما هستن که باز بر از اونا رمپ واک، رن واک، کت واک و اینوشان همیشه آماده میکنیم که از شانه به بالا و دست، شانه، پا، همیشه تمامشان آماده مدل میسازیم. بعدن بعضی از مدل ها هستن در بعضی از سوشل میدیا و رسانه ها و اینا ظاهر میشن و لباس به تن میگیرن، نیفم از این قسمت خود، از این قسمت خود مدل شده و خلاص بیاین بحث بکنین. همی عرفا و همی کارا را مدل به ای است که رمپ واک و رن واک و کت واک اینا رو همیشه یاد داشته باشه که چگونه بتونه از خود دفاع بکنه. که ما نه تنها به ای که ما نمایش لباس میدیم، ما همه کاتگوری مدلینگ داخل افغانستان میخوایم تبدیل بشه. بله یعنی کسایی که علاقمند هستن به مدلینگ شما به اونا رسما یاد میدین که چگونه باید یک مدل موفق باشه. البته نظر به چهره هایشون به اینه که بعضی از مدل هستن داخل افغانستان که مدل پذیرش میکنن اما چهره و قد و اندام اینایشان به مدل نمیخوانه. که ما کاملا حتی از چشم و ابرو و بینی و قد و اندام دست و پا و اینا مدل پذیرش میگیره. بله یعنی گفتنی شما ای است که وقت یک نفر علاقمند به مدلینگ باشه پس بله. باید همو خصوصیاتی که یک مدل داشته باشه رو باید داشته باشه. خب بعضی بسیاری هستن داخل افغانستان که علاقه دارن که مدل شون. بله خب یک بار یک شوخی هم میکنم، یک بار آینه را نزدیک خود بار ببینن که آیا من مدل شده میتونم یا خیر، بعدا بیان همو شوق علاقه خود پیشه ببرن. چون بعضی هستن همی اسم مدلینگ داخل افغانستان کاملا بد کردن. هر کس آمد من مدل میشم، نه چهره زیبا مدل میمون، نه قواره و نه قیافه. حالا ما در ریش موندیم. بیشتر بیشتر یک نقطه خوب را اشاره کرده، نمیخوایم بلای زیبا بس داشته باشم. حالا ما ریش موندیم چون مود جهانی فعلا در جهان ریش است که مدلای ما کاملا ریش موی مکمل بسته میکنن و کاملا حالا یک مود جهانی شده که من ریش موی موندیم. به این نیست که من فعلا حرف زدیم شما بسیار جالب بود برای من. خب میبینیم که ما بیشتر هم یادآور شم که در روز در مود یعنی چی که مور پیشه ببریم کاملا مدلینگ میکنیم، نه که بعضی از مدل ها هست. بله خب شما یادآور شدین که آینه را در پیشویشان بانن و یک بار خودشان ببینن که آیا من مدل میتونم شوم یا خیر. بعضی ها هستن که خیلی اعتماد به نفس بلند دارن، یعنی فکر میکنن که وقت من علاقمند هستم چون اعتماد به نفس خیلی بالا دارن مگر من میتونم یک مدل شم. پس اونا چی کار کنن؟ اونایی که علاقمند هستن اونا میان به ما وقتی که اعتماد به نفسشون خیلی ها بالاست وقتی که شما میان ما رو نزدیک دیدن میکنیم اگر همخوانی با مدل ها دارن میتونن مدل شده باز ما رو پذیرش میکنیم و اگر نداشت بزرگ میگم که اعتماد به نفس هم بسیار بالا بود بسیار ببخشید ما نمیتونیم پذیرش. بله یعنی اعتماد به نفس رول نداره در مدلینگ. خب چهره و تماما قد و اندام اینا رول داره. بله عالی هست. خب تا به حال شده که کدام لباس را بخواین مدلینگ بکنین و مورد پسند مردم و همچنان شاید مورد پسند خیلی از کسایی که شما مدلینگ میکنین قرار نگرفته باشه؟ قرار نگرفته باشه البته. بله. من یک تا حال تو گپ خون نشده خوشبختانه البته بگیم. بله. البته خوشبختانه به این شد که من یک برند جدید داخل افغانستان
داخل کردیم. البته یک برند شاهکاری جدید هم است که کاملا لباس های پیرانتومان یک خنقاق است، دو طرف است، یک طرف یک رنگ است، یک طرف دیگر رنگ، که خیلی ها در صفات سوشل میدیا و در رسانه ها اینایی که ما برگزار کردیم و یک تصویر خوب به مردم نشان دادیم، خیلی از برند های شهر کابل هستن که فعلا از ما میان امو تقاضا میکنن که باید کارا و اینا رو از ما پرسان میکنن که چگونه تونستی در بازار ارائه بکنی که جای افتخار است. بله بله عالی هست. خب شما حمایتگر دارین، کسی هست که شما را حمایت بکنه در عرصه مدلینگ و یا خیر؟ در قدم اول هم اشاره کردم مدت 3 سال میشه که بخش مدلینگ داخل افغانستان میکنم و کلا اسپانسر مالی خودم هستم و کاملا تیم خدا و کاملا مدلینگ خدا خودتان پیش میبرم و اسپانسر کسی ما نداریم و تا آخر هم میخوایم که خودم پیش بدم. بله. خب یکی از سوالایی که من قبلا از پیشتان پرسیدم و شما گفتین بعدا جواب میدین. بله. به نظر شما مردم چگونه لباس ها را دوست دارن که شما مدلینگ بکنین، لباس های افغانی و یا لباس های خارجی؟ نقطه خوب رو اشاره کردین. حالا میبینیم در بازارا و در همه جاهایی که ما شما سرکار داریم، در دفتر، در همه جایی که هستیم، کسی از گند افغانی، کسی از پیرانتومان اینا زیادتر استفاده نمیکنه. حالا همگی تقلیدگر از کشورهای بیرونی شده. حالا کسی پیرانتومان عنانات کشور خود ما رو نمیپسیده. حالا همگی کلاسیک شده، میخواین مد روزه بفهمه، همگی میخواین مقبول شون، همگی میخواین که چشمگیر مردم شون. به این رابطه حالا مدلینگ کلاسیک زیادتر مردم دوست داره و البته امیل لباس های گند افغانی اینا رو گفتین، اینا مطلق به امیل محافل خوشی و اینا می باشه. تا جایی که من البته می بینم که از جای ما زیادتر امیل پیرانتومان اینا رو زیادتر استفاده می کنند، امیل محافل خوشی ما هستن، البته عروسی بگویم. بله. خب به نظر شما گندای افغانی که از بانوری که باید شوه که همچنان همه ما میبینیم که خیلی از گندای افغانی بانوری که شده، مثل کورتی اونا رو میپوشن دخترا، چرا نخواستین که همه لباس های افغانی خود ما رو بنمایش بانین با یک کم تغییرات؟ حرفتان رو میگیرم، مثال رو بخشین. بله. اگر جالبیت از این لباس ها رو دیده باشین، او هم رو به کلاسیک میره، یعنی لباس های افغانی را که استفاده میکنن، از کورتی میگیرن، هم فیده های افغانی را استفاده میکنه. تماماً... او هم رو به کلاسیک میره، او هم تقلید از کشورهای آسیایی شد، او هم تقلید از کشورهای دیگه شد، اما نوآوری در خود چیز نداریم. اما کار جدید از خود نداریم. ببینین کرتی که در جانم است، من میتونم کلا فیته های البته همی عنانات کشور خود استفاده کنم. بله. اما او باز هم یک تقلید شد، اما کار جدید از خود مانه. بله. خب در آینده چی تصمیم دارین که چی کارها بکنین، چی پلان ها دارین؟ پلان ها خود زیاد است، نمیخوایم فعلا افشا شوه، یک چند پلان مخفی میخواین باشه؟ بله بله، یک چند کاری، پلان های کاری جدیدی که دارم. کاملا میخوایم یک برندسازی و یک مدلینگ اجنسی کاری قوی داخل افغانستان باشه. بله عالی هست. خب در مجموع چند نفر همراه شما کار میکنن در همین مدلینگ؟ خب باید خب از کتگوریه های زیادی از با ما که من بیشتر از کدام بخش هستن؟ اوناس هستن و یا هم از طبقه اوناس؟ فعلا خب خوشبختانه بگویم که از طبقه اوناس هم با ما زیاد هستن که پیشتر هم یادآور شدم که پیش از 20 نفر هستن. خب ما چندین کتگوری ها برازی داریم که فعلا کشور که ما شما زندگی میکنیم، مدل ها در شرایط فعلی که با ما کار میکنن خیلی شرایط دشوار ما شما قرار داریم. ما جای افتخار برشان میتم که در این شرایط فعلی با ما مدلینگ میکنن، او هم مدلینگ کلاسیک که در صحنه ظاهر میشن و لباس های کلاسیک که برتن میکنن، مدل های فرهنگی هستن که با امو گنده افغانی و کلاسیک فعلا داخل افغانستان کمتر است که بله. هم پیش از 20 مدل خانم کار میکنه و مدل آقا هم زیاد است. بله تشکر از شما ساحل جان و دوستای یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم، ما رو فراموش نکنیم. سلام.